همه غیر مسلمین و همه غیر شیعه جهنم نمیرن. روایات داریم داره که اگر اطلاع نداره از مسئله، لجباز نیست، اطلاع نداره، و اگر شما بتونی باش درست مطرح بکنی تسلیم حقه، عناد نداره، لجبازی نداره. و من دیدم اینجور آدم ها رو بین مسیحی، بین یهودی، بین بودایی، بین کمونیست، دیدم من اینجور آدم ها رو. از او دسته اولم دیدیم، از او دسته دومش من دیدیم. لجباز نیست، نشنیده. ما دیدیم آدم لا مذهبی که آیه قرآن و حدیث براش خوندم، درست معنی کردم، بلند شد کف زد برای قرآن، گفت این خیلی. دیدیم خانمی که آمد علیه قرآن صحبت کرد، و وقتی من توضیح دادم که مثال احکام زن در اسلام قرآن اینه، همین خانم دکتر نامسلمانی که ضد قرآن حرف زد، همین آدم آمد نماز من داشت قضا میشد وسط جلسه، آمدم اون کنار سالن وسط نماز، همین خانم آمد کنار من وایستاد، هر کار من میکردم نماز این همو ادای ما رو در می آورد، داشت نماز خوند، من کلا حواسم پرت او شد. بعد جلسه آمد، بعد نمازم خوندم، گفتم خانم چیکار میکنی شما، چیکار میکنی؟ گفت من دارم عبادت میکنم مثل شما. گفتم خب این عبادت مسلمانای اینجوری؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت دین خوبی دارید. خب یه سری آدمان اینجوری هستند، اینا جهنمی نیستن، این مستضعف فکریه، نشنیده، نمیدونه، با دین خودش مقایسه کرده، یا عمل من رو دیده خیال کرده اسلام اینه. یه خانم اونجا بود مهماندار هواپیما، تو هواپیما منو کشید کنار با خجالت، خیلی ادب، خیلی مؤدب. می‌خواستیم رسیده بودیم اونجا که وارد فرودگاه بریم پایین، گفت میشه یک سوال ازتون بکنم؟ گفتم بله. گفت شما مسلمانه؟ گفتم بله. گفت شما همتون هر کدوم 7 تا زن دارین؟ گفتم نه بابا 7 تا کجا بوده، ما یکیشم به زور می‌زنیم می‌گیم 7 تا کجا بوده. ای گفت اینجا یک سریالی پخش میشه، یک هنرپیشه‌اش یک مسلمونی، این 7 تا زن داره و 70 تا دوست دختر و معشوقه و اینا داره. ای از اسلام خب اینو شنیده. ای که جهنمی نمیشه، ای که ای باید وقتی سوال میکنه جواب بدی. همین میگه عجب. گفتم آقا راجع بزنم این، حالا مثلا یه رو تو هواپیما وایسادیم دیرتر رفتیم که اینا رو به این خانم بگیم. مسلمان جهنمی داریم، کافر غیر جهنمی داریم. کافری که مسائل براش روشن نیست، مستضعف فکریه، جهنم نمیره. اون مقداری که میدونه داره عمل میکنه، خداوند او رو در عالم برزخ مورد آزمایش قرار میده. خدا به باطن افراد وارده. و مسلمان مثل امثال ما بنده که همه گناه و ظلم اینا رو میکنیم، ما میریم جهنم، میریم جهنم. جهنم مسلمان زیاد داره، اونجا تنها نیستیم. بستگان، دوستان، هم شما، همه ما، همه اون اونجا هم میگه دوباره میبینیم یک جلسه هم اونجا انشالله، جلسه دوم اونجا با هم دیگه انشالله میشیم راجع همین مسئله صحبت کنیم. این قضایه رو دوستان دقت بکنن، راجع به افراد قضاوت قطعی نکنید، این خیلی مهمه، قضاوت نکنید که این بهشتی، این جهنمیه، ما خودمون میشیم قاسم جنت و نار، قسیم جنت و نار ما میشیم اینجا، هممون قسیم جنت و نار شدیم. این آخرین نکته که عرض میکنم دقت کنید، در زمان خود پیامبر کسانی آمدن به حرف رو، بله ما اگر دلیل داشته باشیم، یعنی خدا و پیغمبر گفته باشن فلانی جهنمیه، امام معصوم گفته فلانی بهشتی، فلانی جهنمیه، تسلیم، چون او از غیب عالم اطلاع داره، ما نداریم. اما ما راجع به هیچ کس نمیتونیم مطمئن باشیم این جهنمی شده یا بهشتی. راجع به خودمونم هیچ اطمینان نداریم. هر کس فکر کنه من که قطعا جزو بهشتی هایم، این گناهکاره. هر کی بگه من قطعا جهنمی هم، این هم گناهکار، چون این مقرور شده به خدا و اون مایوس شده از خدا، هر دوش کفره.